سلام، خوش آمدید به صفحه آخر هفته. پرونده بازداشت روح الله زم مدیر سایت آمدی نیوز امروز بعد از آنکه یک سخنگوی دولت عراق به بی‌بی‌سی فارسی گفت او را نیروهای اطلاعاتی عراق بازداشت کرده و به ایران تحویل دادند، وارد یک فاز تازه شده. بر اساس خبرها روز 11 اکتبر قبل از ورود او به عراق درخواست ایران را دریافت می‌کند و روز 12 او را بازداشت کرده و تحویل ایران داده. بازجوهای او هم ایرانی بودند. بعدتر روز دوشنبه خبر بازداشت او از تلویزیون ایران منتشر شد و بلافاصله خبری هم روی کانال تلگرام آمد نیوز در این باره منتشر شد. مازیار مدیر فنی آمد نیوز از پاریس با ماست. آقای مازیار، خوش آمد میگم به شما. من اول سوالم از همینجا آغاز میکنم. شما کی متوجه شدید که آمد نیوز در اختیار مسئولان فنی آمد نیوز نیست و کسان دیگری ظاهرا به آن دسترسی دارند؟ کما اینکه به نظر میرسید که خبر رو کسانی که در سپاه آقای زم رو بازداشت کردند روی تلگرام آمد نیوز گذاشتن. اول من سلام عرض میکنم خدمت شما و درود میفرستم به تمام بینندگان محترم برنامه شما. من حقیقتش اون دو سه روز اخیری که روح الله زم باش در تماس نبودیم و پیامای ما رو جواب نمیداد، اینقدر خسته بودم که طرفای ساعت فکر میکنم 8 صبح بود، رفتم تو رخت خواب که ساعت تقریبا دور و برای ساعت 9:30 10 صبح بود که خانم رازانی با من تماس گرفت و با یه استرس خاصی گفتش که کسی شخصی با ایشون تماس گرفتن و گفتن که در واقع شما با همین چارتایتون با همین و این سوالش یه ذره شک برانگیزه که من اونجا واقعا خواب از سرم پرید و از تو رخت خواب دوباره پریدم بیرون و این موضوع فکر کنم من متوجه نشدم کدوم 4 نفر منظورشون کیا بود؟ منظورشون خانمش و همسرش که روح الله زم باشه و دوتا دختراش. متوجه شدم. و این روز دوشنبه است شما میفرمایید یا روز شنبه؟ روز دوشنبه که در واقع ما از روز جمعه تا روز دوشنبه یک استرس بسیار شدیدی رو پشت سر گذاشتیم، هم خانواده من و هم خانواده زم، و از دیگه واقعا انرژی تو بدنم نبود، رفتم دراز کشیدم که بعدش که بیدار شدم با تلفن خانم زم و بعدش هم که دیگه بقیه ماجرا رو خودتون میدونید که بعدش هم دور برای ساعت 11 اگه اشتباه نکنم داخل کانال آمد نیوز این پیام ظاهر شد. در این فاصله، در فاصله که آقای زم سفر کردند و زمانی که این خبر ظاهر شد، شما دسترسی به سایت داشتید؟ در واقع آمد نیوز، کانال تلگرام آمد نیوز به صورت فنی در اختیار شما بود هنوز؟ دسترسی به سایت هنوزم دست من سایت و هیچ مشکلی نداریم از لحاظ سایت، ولی کانال آمد نیوز متاسفانه وقتی، یعنی اینقدر دیر متوجه شدیم که واقعا دیر بود. اینا تو این 3 روز هر کاری دلشون میخواست کرده بودن و توی این 3 روزی که در واقع خانم شیرین نجفی من و همسر ایشون رو بازی داده بود که در واقع من 1 ساعت دیگه پیش روح الله، من 2 ساعت دیگه پیش روح الله، من کربلا، من دارم میرم نجف، و اینقدر قشنگ خانم شیرین نجفی تو این 2-3 روز با من و همسر ایشون بازی کرد که ما خیالمون راحت بود که حالش خوبه و فقط مشکل اینترنت داره. ولی من 1 جا رو شک میکردم، چون آقای جوانمردی تونتون لایف میذاش از داخل عراق، ولی شیرین به ما میگفتش که در واقع عراق مشکل اینترنت داره. جالب. پس این موضوعی که شما در مورد خانم نجفی میگید، برای اینکه خانم نجفی میگه من با آقای زم در عراق نبودم، رفتم به اونجا که ایشونو ببینم ندیدم، خانم زم هم میگه او بی تقصیر، او کسی نیست که در واقع اونجور که متهم میشه آقای زم رو کشیده باشه به عراق. ببینین، در مورد حرفای خانم زم من نمیتونم اظهار نظر کنم. واقعا نمیدونم ایشون اصلا تو چه شرایط رویی هستن که الان یه همچه حرفی رو زدن، ولی من همونجوری که به پلیس امنیت فرانسه در واقع
اعلام کردم و تمام گزارشات و اون چیزایی که میدونستم و دادم. من فکر میکنم که تمام این ماجرا بازی خانم شیرین نجفی بود و این خانم شیرین نجفی بود که دیگه این حداقل برای من و همسرشون این کاملا علنی هستش که شیرین نجفی بود که روح الله رو کشون به سمت عراق به بهانه اینکه آیت الله سیستانی میخواد در اختیار ما بود. خانم نجفی اینجا نیستن، نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، برای همین ما بهتر که بیشتر راجع به این مسئله صحبت نکنیم. ولی من میخوام از شما جزئیات این رو ببینم که کی شما فهمیدید که آقای زم میخواد به عراق بره. وقتی خواست به عراق بره، آیا با شما مشورت کرد؟ شما به چه گفتید؟ ببخشید من یک نکته خیلی کوچیکی رو قبل از اینکه جواب پاسخ شما رو بدم به این نکته اجازه بدین که من خودتون میدونین که خط ما برخلاف در واقع روالی بود که بی بی سی پیش گرفته بود و داشت میرفت و همیشه از شما انتقاد میکردیم. من الان که در اختیار شما هستم به خاطر صحبتهای بسیار جذاب یکی از همکارهای شما با من بود و منو به آرامش دعوت کرد که الان وقت جنگ و جدال نیستش. ولی کاملا مسیر آمد نیوز با مسیر شما یکی نبود. و من الان اینجا هستم فقط به خاطر اینکه واقعا الان باید این کینه و این دعوا رو کنار بزنیم. الان بحث آقای زمه. در رابطه با خانم شیرین نجفی شما فرمودین که خانم شیرین نجفی اینجا نیستش و نمیتونه از خودش دفاع کنه. من دیشب یک مصاحبه داشتم دقیقا همزمان با مصاحبه من، چیزی که اصلا به بقیه بچه‌های ادمینای آمد نیوز گفته بودم مطمئن باشین وقتی من خانم شیرین نجفی رو بزنم، یعنی از لحاظ در واقع تئوری هایی که به این پازلی که میچینم تو برنامه زنده بزنم، ایشون یا ظاهر میشن یا برای همیشه گم و گور میشن. خیالتون راحت باشه، این حرفو من 3 روز پیش به بچهای آمد نیوز زدم و دقیقاً هم همین شد. من دیشب داشتم با یه کانالی صحبت میکردم پخش مستقیم، یه دفعه ای بهمون گفتن که خانم شیرین نجفی پیدا شده و کماندو تونسته از عراق فرار کنه و سالم برسه و ادعا میکنه من که از ازتون خواهش میکنم آقای مازیار، با توجه به اینکه ما همونطور که گفتم خانم نجفی با ما مصاحبه نکردن، من دسترسی به ایشون ندارم، ما تماسهای زیادی با ایشون گرفتیم، ایشون با ما جواب ندادن. این چیزایی که حقیقت میدونم و به شما بگم، شما حرف تو دهن من نزنید خواهشم. من چه حرفی رو دهن شما گذاشتم؟ نگه نیستش نمیتونه از خودش دفاع کنه، من دارم در مورد یکی از ادمینایی که با ما همکاری میکرد ولی نفوذی اینجا در این برنامه نیستن نمیتونن از خودشون دفاع بکنن. من در مورد این برنامه بعدن شما دعوتشون کنین اگه میخوان تکذیب کنن حرفای منو، بعدن شما دعوتشون کنین. بله. من میخوام بیشتر در مورد فکت ها صحبت بکنیم که شما آیا میدونستید آقای زم به عراق میرن؟ به شما گفته بودن؟ چه به شما گفتن قبل از سفر به عراق؟ قبل از سفر، یک شب قبل از سفر ایشون، من کنار ایشون بودم که خانم شیرین نجفی به ایشون گفتش که ما بودجه رو گرفتیم، عکس در واقع اون بودجه ای که دریافت کرده بودیم و برای آقای زن فرستاد که من چون با پاسپورت جعلی اومدم عراق نمیتونم این پولو حساب بدم به انتقال بدم به حساب آمد نیوز و باید حتما تو بیای اینجا. هم با آقای سیستانی که گفته برای اولین بار میخواد با آمد نیوز مصاحبه کنه، بیای اینجا با آقای سیستانی مصاحبه کنی و هم باهاشون یه قراردادی ببندی که این بودجه رو ما در اختیار بگیریم و تو بتونی در واقع این پولو انتقال بدی به حساب آمد نیوز در فرانسه. صحیح. پس میفهمید که این رو خانم نجفی به آقای زم گفتن. وقتی که شما وقتی آقای زم میرفتند از فرانسه به شما گفتند که دارن میرن، همه اینها در جریان بودید؟ شما همه اعضای تیم در جریان بودند یا یه چیز؟ نه فقط من در جریان بودم، همسرشون و همسر من. و وقتی که از زمانی که بازداشت شدن به این سو شما چه کردید؟ آیا با شما تماسی گرفتند آقای زم؟ ارتباطی برقرار شده یا نه؟ تماس کاری نمیتونستیم بکنیم. شما و همسر ایشون و سایرین تقاضا کردید از دولت فرانسه برای اینکه کمک بکنن؟ من اولین نفر بودم تقاضا کردم، بله، به خاطر اینکه من داخل آمد نیوزی که ثبت شده طبق دستور قوه قضاییه فرانسه ثبت شده از 6 جوان، من مدیر آمد نیوز هستم و رولاد زم رئیس آمد نیوز هستش. من به عنوان مدیر شکایت کردم، بله، من اولین کسی بودم که شکایت کردم. فکر میکنید دولت فرانسه میتونه در این مرحله کاری بکنه حالا که روشن شده دولت عراق آقای زم رو بازداشت کرده و به دولت ایران تحویل داده؟
من فکر میکنم که هنوز شانس داریم که شاید آقای زن هنوز عراق باشه. من هنوز امیدوارم، یعنی حداقل دارم به خودم این انرژی رو میدم که آقای زن شاید هنوز عراق باشه و هنوز شاید اگر تمام ژورنال ها و تمام رسانه ها همکاری کنن شاید هنوز بتونیم جون یک نفر که همسرش و دو تا بچه هاش هنوز چشم انتظارش هستن بتونیم نجات بدیم. میدونم الان توی این پریود زمانی داستان کردستان و این اتفاقاتی که داره در کردستان میفته واقعا یه پریود زمانی خیلی سختی هستش که آدم موضوع یک نفر، یک ژورنالیست رو فقط در واقع دنبال کنه. نه من اینو نمیگم، ولی میگم هنوز شاید شانس باشه با کمک تمام ژورنال ها، نه تنها بی بی سی یا اینترنشنال یا هر جای دیگه. متشکرم از شما آقای مازیار. مازیار مدیر فنی سایت آمد نیوز با ما. در حالی که دونالد ترامپ به شدت در کنگره آمریکا تحت فشار بود که از کردها در مقابل حمله ترکیه حمایت کند، مایک پنس و مایک پومپو هر دو به ترکیه سفر کردند و ساعتی قبل آقای پنس در یک کنفرانس خبری اعلام کرد بر اساس توافق آنها با ترکیه، ترکیه 120 ساعت یعنی 5 روز آتش بس می‌کند تا نیروهای کرد از شمال سوریه عقب نشینی کنند. همزمان دونالد ترامپ در توییتی از رجب طیب اردوغان تشکر کرد. همه اینها در حالی که کمتر از 24 ساعت قبل نامه‌ای از دونالد ترامپ به رجب طیب اردوغان به رسانه‌ها درس کرد که بسیاری در آغاز فکر می‌کردند نمی‌تواند واقعی باشد، هم به لحاظ ادبیاتی که در آن به کار رفته بود، همین که نامه هفته پیش نوشته شده بود پیش از حمله، اما نامه واقعی بود و امروز بی بی سی خبردار شد که آقای اردوغان بعد از دریافت نامه آن را پاره کرده و دستور حمله را داده بود. تا همین دیروز هم میگفت قصد آتش بس ندارد. دونالد ترامپ در این نامه به آقای اردوغان گفته بود که به عنوان قصاب هزاران کرد شناخته می شود و تهدید کرده بود که اقتصاد ترکیه را نابود کند و در پایان به او گفته بود احمق نباشد. مسئله اینجاست که تا چه حد این چرخش 180 درجه ای از دیروز تا امروز عملی است. چطور آقای اردوغان با معاون و وزیر خارجه دونالد ترامپ کنار آمده؟ فشار کنگره تا کجا موثر بوده؟ چقدر تهدید بالو پر گرفتن مسکو و دمشق در شمال سوریه دو طرف را به هم نزدیک کرده؟ سرنوشت کردها در این دعوا چه می شود؟ همه اینها و بیشتر را با چهار میهمان برنامه امشب به بحث میگذاریم. میهمانان ما قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه و استاد روابط بین الملل در دانشگاه خبر نزدیک از نیکوزیا در قبرس شمالی، یاسمین میزر، سردبیر نشریه کریتیک و پژوهشگر ارشد در دانشگاه آکسفورد از همین شهر، هاشم احمدزاده، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استکهلم، و احمد هاشمی، کارمند پیشین وزارت خارجه ایران و پژوهشگر مطالعات دفاعی و راهبردی دانشگاه ایالتی میسوری از واشنگتن. خوش آمد میگم به هر چهار نفر شما. میخوام اول نظر شما رو بپرسم آقای گلکاریان. به نظر شما این آتش بس چطور حاصل شده؟ همین دیروز آقای اردوغان در باکو اعلام کرد که به هیچ عنوان حاضر به آتش بس نخواهد بود. اجازه بدیم من این جمله شما را اصلاح بکنم جسارتاً، به طوری که آقای چاوشوغلو چند دقیقه پیش اعلام کردند که ما آتشبسی رو در نظر نگرفتیم و فقط به مدت 120 ساعت عملیات رو به حالت تعلیق در آوردیم. معنیش همون نیست؟ چیزی که آقای مایک پنس اعلام کرد که قرار هست آقای که آقای پنس همینطوری گفته، منتها آقای چاوشوغلو اگر سایت های ترکیه رو بررسی کرده باشین، آقای مولود چاوشوغلو در مصاحبه‌ای که بعد از اظهارات آقای پنس اظهار داشته اعلام کرده که به حالت تعلیق در آورده و این نشون میده که ترکیه در صدد این هست که این عملیات رو ادامه بده. در هر صورت در واقع میشه گفت که آقای اردوغان ورقهای بازی دیپلماسی خودش رو به روی میز پخش کرده بود و با توجه به این که سعی میکرد هم ایالات متحده رو و هم روسیه رو همزمان با همدیگه در رابطه با در واقع باز و اندازی در قضیه سوریه با خواسته های خودش هماهنگ بکنه، در نهایت با تهدیداتی که آقای ترامپ و جامعه اروپا در رابطه با تحریم های تسلیحاتی و همچنین تحریم هایی که برای سه وزیر کابینه آقای اردوغان در نظر گرفتن و مشکلات داخلی هم اتفاق افتاد و حالت کنسنسیونسی که در واقع هماهنگی کلی که در داخل ترکیه بود در روزهای اخیر به هم خورده بود و اختلافات و اعتراضات یواش یواش به تدریج رشد می‌کرد،
طبیعتاً آقای اردوغان مصلحت رو در این دیدن که این مسئله رو حل بکنن. منتها از سوی دیگر طبیعتاً اگر اظهارات آقای چاوشوغلو هم درست بوده باشه و این مسئله که به صورت حالت تعلیق در آورده و بخوان که این عملیات رو دوباره ادامه بدن، طبیعتاً مذاکرات آستانه دچار خدشه خواهد شد و من هنوزم متوجه نمیشم آقای گلکاریان، عملیات به حال تعلیق در آمده با آتش بس چه فرقی داره به نظر شما؟ آتش بس این هست که طرف‌های هر دو طرف در واقع همدیگر رو به رسمیت می‌شناسن، یعنی در واقع ترکیه کردها رو به رسمیت می‌شناسه و این جنگ رو به صورت در واقع آتش بس میان دو جناح در نظر می‌گیره. اظهارات آقای در واقع چاوشوغلو این هست که ما این گروه رو هنوز به عنوان گروه تروریستی می‌دونیم و آتش بس با اینها معنایی نداره و فقط به خاطر اینکه اینها از منطقه دور بشن مهلتی رو در نظر گرفتیم. منتها در ورای این قضیه مشکل همینجاست که اگر همین عملیات ادامه پیدا بکنه، از حالت تعلیق در بیاد و بخواد که به وسعت به عمق 32 کیلومتر ادامه پیدا بکنه، طبیعتاً مذاکرات آستانه در خطر خواهد بود. و همونطور که چند ساعت پیش آقای ظریف و آقای لاوروف هم صحبت کردن، مذاکره تلفنی کردن، طبیعتاً واکنش های اونا رو خواهیم دید. آقای هاشمی، نظر شما در این باره چیه؟ فکر میکنید چه شد که آقای اردوغان حالا تعلیق اسمش رو بذارید، آتش بس هر چه اسمش رو بذارید رو به اجرا در میاره؟ خب ببینید، در این وضعیت که اگه به خوبی پیش بره، امریکا، دولت ترکیه یا دولت آقای اردوغان همون مطالباتی رو که خواسته بدون اینکه هزینه پرداخت بکنه، بدون اینکه جنگی صورت بگیره با این گروه پکک یا شعبه سوریه یا اون پیده یا اسمای مختلفی که وجود داره براش، اون خواسته ها، اون مطالباتش که در واقع یک کوریدور صلحی به عمق 30 الی 40 کیلومتر رو به دست میاره و میتونه پروژه های بعدیش که میتونه باز اسکان پناهندگان باشه، میتونه در واقع ایجاد یک منطقه حائلی باشه که در واقع اون تروریسم کردی رو برای ترکیه دور بکنه و مطالبات دیگر رو برآورده بکنه برای دولت اردوغان. و این و چقدر کردها ممکن است با این کنار بیان؟ چون به هر حال الان بحث این هستش که ما یه حالا حالت تعلیق آتش بس برقرار میکنیم، کردها عقب برن، کردها راضی میشن؟ ببینید، کردها گزینه‌های چندانی ندارن. کردها همونطور که حالا آقای ترامپ اگر یک موضع‌گیری درستی در سیاست خارجی خودش داشته باشه، همین بود که اعلام کرد اینها، یعنی این گروه پککه و گروه‌های وابسته به اون، فرشته نیستن و اینها حتی از داعش هم بدتر هستن و گروه تروریستی خطرناکتری هستن. و با توجه به اینکه امریکا به قول آقای ترامپ اینها حقوقی گرفتن و جنگیدن، یعنی یک گروه تروریستی بر علیه گروه تروریستی دیگه داعش، و الان گروه تروریستی دوم داعش تضعیف شده و نیازی به وجود اونها نیست، و الان ما میبینیم که اونا برگشتن به بشار اسد و دارن روی خوش نشون میدن به بشار اسد، و این هم در هر صورت با یک مسئله خیلی، یعنی گرونتر تموم میشه برای کردها، برای پککه و پیده، چرا که بشار اسد اگر کامل به اون منطقه بیاد، اون منطقه‌ای که به اصطلاح روژاوا نامیده میشه، یک پروژه‌ای بود، پروژه اوجالانی، پروژه تروریستی به اسم روژاوا که قرار بود در شمال سوریه ایجاد بشه، این رو در خطر قرار میده. ولی در حالی که اگر ترکیه در حدود 30 کیلومتر در اون منطقه مستقر بشه، پروژه روژاوا کمتر در معرض خطر هست. آقای هاشمی، راجع به اینها بیشتر صحبت میکنیم، ولی اجازه بدین نظر خانم میزر رو بشنویم در مورد این صحبتی که شما کردین. خانم میزر میگن کردها زیاد گزینه‌ای ندارن، مجبور هستن به عقب نشین. شما این با این موافق هستید؟ من فکر میکنم الزاماً چنین نخواهد بود، چرا که افکار عمومی در اروپا، افکار عمومی در ایالات متحده مدافع کردها است و مدافع این آزمایشی که در منطقه انجام دادن. من شخصا جزو مدافعان این پروژه نیستم، ولی مقایسش با داعش کار بسیار اشتباهیه. اینها به دیگران کاری ندارن، روابط درونی خودشون رو میتونن هر جوری میخوان تصمیم بگیرن و گروه جهادی نیستند، گروه سلفی نیستند، کشتار دیگران رو در دستور کار قرار ندادند. مشکل اصلی اینه که جنبش های کرد
همیشه نیات خوبی دارن، رهبرانشون متاسفانه بارها و بارها به اینها خیانت کردند. به این معنا که با یک کشور علیه کشور دیگه متحد شدن. خب خواهی میزرش چاره ای داشتن واقعا؟ مثلا کردها در همین قائله اخیر چاره ای داشتن به جز این که با آمریکا متحد بشن علیه داعش؟ مشکل این بود که همون موقع هر کسی که کمی به اوضاع منطقه آشنایی داشت میدونست که ایالات متحده به خاطر حقوق بشر یا حقوق کردها دست به چنین اقدامی نزده، فقط و فقط پی منافع خودشه. و علاوه بر این مشکل اصلی این نبود که پروازهای هوایی طبعا ایالات متحده داشت انجام میداد و ضربش به داعش رسید، ولی از نظر جنبش کرد رفتن به واشنگتن و پذیرش و کمک مالی از دید خیلی از مدافعانشون و متحدانشون کار اشتباهی بود. شما فراموش نکنید که آقای ترامپ اگر یک سیاستش پایدار بوده در این سه دو سال خورده‌ای که در قدرت بوده، چون میگن 14,000 فاکت اشتباه گفته در 993 روز به گفته واشنگتن پست، ولی اگه یک کارش ثابت بوده اینه که فشار حداکثری که میاره چه به کردها چه به ونزوئلا چه به هر جای دیگه‌ای که وارد میکنه، در نهایت قصدش درگیری بیشتر در هیچ جای دنیا نیست، عقب نشینی میکنه. همونطور که صحبت دیروزش با خانم پلوسی و درگیری که در کاخ سفید، درگیری لفظی که در کاخ سفید دیروز شکل گرفت، ثابت میکنه که قصد موندن در دفاع از کردها رو از اول نداشته، نه اینکه حالا نداره. و فکر میکنید آقای احمدزاده تا کجا همین قضیه که خانم میزر بهش اشاره کردن، مسئله کنگره، فشاری که رو از طرف کنگره اومد، خانم پلوسی اومد بیرون از اون جلسه و گفت که به نظر میاد که اصلا ترامپ وضع روحی مناسبی نداره، خیلی ها میگفتن که بسیار نگران این هست که این قضیه واقعا به استیضاح اون منجر بشه به خاطر یک پارچگی نسبی که در کنگره علیه این ماجرا میدیدیم در مورد ترامپ. فکر میکنید اینها باعث شد؟ من فکر میکنم هم اینها و هم همبستگی جهانی در سطح منطقه به طور مشخص بین همه کردها، کردهای کردستان عراق، کردستان ایران و در دیاسپورا، در کشورهای اروپایی، در خود آمریکا و آنچه که در کنگره گذشت، حکایت از یه چیز خیلی مشخصی داره برخلاف اون چه بعضی از میمونای شما اشاره کردن، رشادت و قهرمانی نیروهای دموکراتیک سوریه در مقابله با شریرترین نیروی تروریستی جهان که داعش بود. اینا 11,000 کشته دادن و 20,000 زخمی. در صحبتی که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ با جنرال به قول خودش مظلوم کوبانی کرده، یک روب صحبت کرده، از جنرال طوری اسم میبره که اینو مقایسه بکنید با نامه‌ای که برای آقای اردوغان نوشته و شما در اول برنامه اشاره کردید که اردوغان عصبانی میشه و گویا نامه رو پاره میکنه. نامه‌ای که از یعنی ادبیاتی که ازش استفاده میشه، هیچ کس به عنوان یک رئیس جمهور با رئیس جمهور دیگه اینطور صحبت نمیکنه. بعد تمام مدافعات دفاعیاتی که آقای اردوغان از پروژهش میکرد، اولا تهدید اروپا به اینکه سرازیر میکنه موجی از پناهنده ها رو 3.5 میلیون، دومنی که منطقه آرامی برای پناهنده های سوریه که در ترکیه هستن درست میکنه، آنچه که در 9 روز گذشته رخ داده همه متناقضن. متناقض به این معنا تا همین دیروز چه اتفاقی افتاده؟ دقیقاً سوال من هم همین است. آقای اردوغان همین دیروز میگفت من امکان ندارم آتش بس کنم. نامه آقای ترامپ رو گفتن که پاره کرده. چه شده که الان داره میگه که به تعلیق در میارم این حمله رو فعلا؟ اولا این به تعلیق در آوردن خیلی اصطلاح عجیبیه. خود آقای مایک پنس و مایک پومپئو یه ساعت قبل به اصطلاح کنفرانس مطبوعاتی داشتن از سیزفایر آتش بس صحبت میکنن. اینکه آقای چاوشوغلو اینو تعلیق میدونه، کردی مثل حضرت ضرور مثل میگن لنگ نیست پایش شکسته. این ترمینولوژی مصرف داخلی داره، مصرف داخلی که شما نگاه بکنید عکسی که از دیدار آقای اردوغان با مایک پنس به اصطلاح منتشر شده، این عکس رو نگاه بکنید، جسچر به اصطلاح زبان بدنی این دو نفر رو نگاه بکنید، چشمایی رو شیوه نگاه آقای مایک پنس و آقای اردوغان نگاه بکنید، دست دادن را، دست آقای اردوغان 20 سانتی متر از بدنش فاصله داره در حالی که دست آقای مایک پنس 0.5 میلیمتر از بدنش فاصله نداره. این
تهدیدهایی که تا دیروز میشد که مذاکره نمیکنه، باید خود ترامپ بیاد، با این اصلا صحبت نمیکنه، آتش بسی وجود نداره، همه هیچ شد. و در کنفرانس مطبوعاتی که جای جانشین آقای ترامپ و وزیر خارجه داشتن، برخلاف عرف دیپلماتیک هیچ در خاک ترکیه است، این اونا اصلا حضور نداشتن، هیچ کدوم از به اصطلاح مسئولین ترکیه. فکر نمیکنید همین سر این من مثلا اینه الان از صحبت آقای گلکاریان همین رو وام میگیرم، به نظر میاد که یک دوگانگی هست بین اون چه که از مقام‌های آمریکایی میشنویم و اون چه که از مقام‌های ترکیه میشنویم. آیا این برای شما زنگ خطر رو به صدا در نمیاره؟ آیا به نظر نمیاد که اون اتفاقی که روی زمین میفته یک اتفاق واقعی و قابل اعتماد نیست؟ یعنی که یک طرف میگه ما این کارو کردیم، طرف دیگه میگه که ما چنین توافقی کردیم، ولی در نهایت اتفاق خاصی روی زمین نخواهد افتاد. ببینید، تا دو ساعت قبل که من اخبار رو تعقیب می‌کردم، شهر کوچک مثل رسول عین یا سرکانی به کردی رو داشتن که محاصره کردن از زمین و مثل آسمان دارن می‌کوبن. و اونچه که رو خواهد داد این 5 روز مثل آتش بس، ببینیم در عمل چطور خواهد شد. ولی باید اذعان کرد که زبان دیپلماسی آقای اردوغان و نقشه‌هاش واقعا شکست خورده و اون چه که فشار افکار عمومی در سطح جهانی بود کار خودشو کرده به نفع نیروهای دموکراتیک سوریه و کردهای سوریه. آقای گلکاریان موافقید با این حرف یا اینکه آقای اردوغان از اون رهبرانی هست که بیشتر با افکار عمومی داخل کشور خودش اهمیت میده، که ظرف هفته‌های گذشته به نظر میاد که با او هماهنگ است؟ حالا همونطور که شما گفتید در روزهای اخیر کمی این فضا تغییر کرد، اما آیا اصلا اهمیت میده به فضای بین‌المللی در این سطح؟ طبیعتاً من موافقم با دوست عزیزمون در این رابطه که آقای اردوغان در واقع موقعیت قبلی خودش رو که داشت از دست داده. حتی همین نامه آقای ترامپ رو با آقای اردوغان اگر در نظر بگیریم، به عقیده من جنبه سایکوپولیتیک داره، یعنی به صورت روان سیاسی تاثیر میذاره. اگر این رو یک روز قبل از عملیات براش فرستاده، چرا تا به امروز این افشا نشده بوده؟ و حالا قبل از اینکه آقای پومپئو و آقای پنس سفری کرده باشن و یا به توافقی برسن، هیئت اولیه‌ای که معاون در واقع شورای امنیت ملی آمریکا و همراه در واقع هیئت نظامی که برای مذاکره رفته بودن نتیجه نگرفت، به نظر من آقای ترامپ عمدن این رو به رسانه‌ها درز داده و سرویس کرده، در واقع کاریزمای آقای اردوغان را در داخل ترکیه و همچنین خارج ترکیه به چالش بکشونه، که این عمل تاثیر گذاشته و آقای اردوغان فکر میکنه که اگر به نتیجه ای نرسه، طبیعتاً در روزهای آتی با خیلی عظیمی از اعتراضات و یا در واقع اپوزیسیونی که تا به امروز به خاطر وحدت ملی در رابطه با منافع ملی سکوت کردن مواجه خواهد شد. آقای گلکاریان، به نظر شما چقدر این تهدید آقای ترامپ واقعیه؟ این که میگه که من اقتصاد ترکیه رو نابود میکنم، در این نامه میگه. اگر موضوع کشتی برانسون را در نظر بگیری که در اون زمان هم در واقع تعرفه های گمرکی برای فولاد رو در نظر گرفت و بانک هایی رو که تهدید کرده بود و همچنین 2 روز پیش که باز پرونده هالک بانک رو در نظر گرفت و تحریم هایی که برای 3 وزیر در نظر گرفته، اینها شاید مقابله به مثلی هم از طرف ترکیه داشته باشه. اما این رو در نظر بگیریم که اقتصاد ترکیه بیش از 70% وابسته به اقتصاد جهانی است. همین در واقع استفاده از کارت‌های اعتباری مسترکارت، ویزا کارت رو در نظر بگیریم، چند تا بانک رو بخواد که در واقع به واسطه تحریم‌ها تهدید بکنه که عملیاتشون رو ادامه ندن، اقتصاد ترکیه از هم میپاشه و واقعا تاثیر بسزایی میتونه داشته باشه برای اقتصاد آینده ترکیه. خانم ایزا، شما چقدر فکر میکنید که این مسئله است، مسئله نگرانی آقای اردوغان از تاثیر احتمالی تحریم ها و همینطور فشار افکار عمومی بین المللی، چقدر فشاری که به هر حال روی دونالد ترامپ در آمریکا بوده و اون احتمالاً امتیازاتی که پشت درهای بسته مقامات آمریکایی در ترکیه به اردوغان ممکن هست که پیشنهاد داده باشن؟ احتمالاً قولی بهش دادن. من فکر میکنم توان مالی ایالات متحده باعث میشه که بتونه در هر جایی، در موقعیت کنونی حداقل، هر جایی که بخواد فشار لازم رو وارد کنه. در رابطهش با اتحادیه اروپا میتونه این کار رو بکنه، ترکیه که طبعاً اقتصاد وابسته و اقتصاد کوچیکیه.
ولی این هم هست که من مطمئنم دولت ترکیه متوجه فشارهای دیگه هم هست، اتحاد اتحادیه اروپا بر علیه حرکات آقای اردوان، موضع‌گیری حزب دموکرات در ایالات متحده و در حال حاضر حداقل جناحهایی از حزب جمهوری خواه، هم نظر بودن برخی کشورهای منطقه، همشون نه ولی در صورت کشورهای منطقه در این رابطه. در نتیجه این فشارها کم نیست. فراموش نکنیم در اوج حرکت داعش، در مقطعی که داعش توانش زیاد بود، بسیاری از معاملات مالیش از طریق ترکیه در ترکیه انجام میشد. حالا ترکیه میتونه بگه من خبر نداشتم، ولی همیشه این موضع مشکوک ترکیه در قبال کشورهای عربی که برخی افراد کمک‌های مالی می‌فرستادن برای داعش و از طریق ترکیه پیش می‌رفت، سابقه بسیار بدی میده به ترکیه و شاید در این رابطه هم فشارهایی از طرف ایالات متحده وارد شده. مشابه اونچه که مثلا در مورد هالک بانک و ایران دیدیم، منظورتون است. از طرف دیگه من نقش آقای پوتین رو چطور میبینید؟ آقای اردوغان گفته که تلفنی با آقای پوتین صحبت کرده و گفته که میخواد به دیدن او بره. آقای پوتین پیش از این رفته به عربستان. میدونیم که به هر حال او خیلی خوشحال و خرسند هست که اگر آمریکا از شمال سوریه خارج بشه و بتونه که دست و بال خودش رو در شمال سوریه بازتر ببینه. فکر میکنید نقش او چیست؟ به گفته این چند روز تا قبل از سفر پنس و پومپئو به ترکیه، صحبت از این بود که پوتین برنده وقایع 9 روز گذشته است. من فکر کنم سریع چنین چیزی بگیم، قدرت روسیه همچنان چه از نظر مالی، چه از نظر سیاسی، چه از نظر نظامی بسیار محدوده. مسئله اصلی برای روسیه حفظ راهش به بندری در جنوب سوریه است و اگه بخواید به خاطر این منفعت ویژه، این مسئله خاص جغرافیایی ژئوپلیتیکه که خیلی اهمیت میده به سوریه. من بعید میدونم آقای پوتین میگه ما نیرو میفرستیم بین ترکیه و نیروهای کرد وایسیم. من بعید میدونم واقعا در عمل ما با جدا از حرف یا جدا از شاید یه حضور خیلی نمایشی در عمل مواجه بشیم با یه چنین پدیده. در نتیجه درسته که از جنبه های آقای پوتین براش فایده داشته وقایع چند روز گذشته، ولی فکر نمی کنم اون تصویری که برخی از روزنامه‌های اروپایی میدن که پوتین برنده کامل وقایع چند روز گذشته است درست باشه. آیا هاشمی نظر شما چیه؟ پوتین برنده این بازی هست یا نه؟ با توجه به اینکه به هر حال ترکیه فراموش نکنیم یک عضو ناتو هست، الان با در واقع آمریکا که بزرگترین عضو ناتو هست درگیر هست، درگیر یک دعوای اینچنینی هست و به نظر میاد که پیش از این هم اگه یادتون باشه با سر قضیه S-400 و غیره ناتو و کلن آمریکا دل خوشی نداشتن از نزدیک شدن روسیه به ترکیه. خب از این تحولاتی که ما شاهدش هستیم به طور کلی روسیه راضی و خرسند هست، چون تونسته یک شکافی رو ایجاد بکنه بین ترکیه عضو ناتو و عضو نهادهای اروپایی با متحدان غربی خودش. ولی اینکه این چقدر موفق خواهد بود در شمال سوریه شاید زمان بیشتری لازم باشه. یک چیزی رو که به قطع و یقین میتوان گفت این هست که رفتن امریکا و آمدن روسیه بسیاری رو خرسند کرده. مطمئنن جمهوری اسلامی از این بابت خوشحال هست، مطمئنن رژیم بشار اسد از این بابت خوشحال هست. ترکیه هم اگر این حضور روسیه منجر به تقویت بشار اسد بشه و بشار اسد اون مناطقی رو که اصطلاحا روژاوا نامیده میشه رو باز پس بگیره، حتی ترکیه هم میتونه از این داستان خرسند و راضی و خوشحال باشه. ببخشید چطور ممکن هست که ترکیه از این بابت خوشحال باشه اگر که سوریه اون تکر پس بگیره؟ ببینید خب مطمئنن ترکیه اولویتش و خواسته قلبیش این بود که روسیه وارد نمی‌شد، ولی حالا که روسیه وارد شده
اگر این تحولات به سمت و سوی پیش برن که روسیه با همکاری رژیم بشار اسد در واقع مناطق کردی هرچی بیشتر تضعیف بشه، مناطقی که تحت نفوذ پکاکا هست و اینها دولت بشار اسد در اونجا هست، چون که ما دو تا شر داریم از دید ترکیه، یکی شر پکاکا که شر بزرگتری هست، یکی شر بشار اسد که ترکیه داره رو کرده رئال پولیتیک و واقع بینیانه تری داره به قضایا و حتی در آینده نزدیک ممکنه بتونه با دولت بشار اسد به طور بدون میل باطنی ولی وارد مذاکره و صحبت بشه و اون مناطقی که تحت کنترلش هست، البته به شرط و شروطی از جمله این که پکاکا فعالیتش از اونجا محدود بشه، اینها رو حتی به مرور به سوریه به بشار اسد واگذار هم بکنه. یعنی اینها گزینه‌ها و سناریوهایی هست که در آینده میتونه مطرح باشه. آیا احمدزاده با این تصویری که الان ترسیم شد توسط کارشناسان این برنامه، به نظر شما کردها چه گزینه‌هایی دارن غیر از این که به هر حال ظرف روزهای گذشته به سازمان ملل، به مثلا اتحادیه اروپا، به نمایندگان در آمریکا تقاضا کردن که رسیدگی بکنن، چه کاری از دستشون واقعا برمیاد؟ ببینید، تاریخاً کردها در چند دهه اخیر متاسفانه قربانی وضعیت ژئوپلیتیک منطقه بودند، یعنی همیشه بر سر اونا سازش‌های انجام گرفته. منتها آنچه که در رژاوا یا کردستان سوریه در 10 سال اخیر گذشت نشون داد که سازماندهی و نوع رابطه آنها با مردم محل، هم کردها، هم عربها، هم آسوریها، هم ارمنیها، یک رابطه بسیار دموکراتیک بوده. آنچه که خودشون خود مدیریتی می نامن واقعا در عمل نظام موفق و دموکراتیکی بوده و من فکر می کنم دشمنی جمهوری ترکیه با این نهاد یک دشمنی تاریخیه که علارغم بهانه هایی که میارن یا مستمسک هایی که به پناهنده ها کمک میکنن و همین هم خودش خیلی غلطه. یعنی پناهنده وقتی از کشورش خارج میشه دیگه نباید به شیوه ابزاری ازش استفاده بشه، اون به جای امنی پناه برده. اینکه بیان اینا رو در یک کمپ هایی سازماندهی بکنن، 3.5 میلیون نفر رو مثلا در یک جغرافیای فکر کنم مثلا 500 کیلومتری در 30 کیلومتری اگر اون چی که میخوان انجام بگیره رخ بده، این چیزیه که نه عملی هست و ترکیه اصلا به مدیریت اقتصادی مثلا فکر نکرده. بودجه اینا رو کی میده؟ چه کشوری میده؟ سازمان ملل میده؟ شما که صحبت میکنید آقای هاشمی سرشون تکون میدن، مشخص هست که در واقع مخالف هستن. بفهمید آقای هاشمی. ببینید دوست ما، از فهوای کلامشون اینطور برمیاد که از این گروه پیده و پککه جانبداری میکنه. ما میدونیم که در ترکیه 3.5 الی 4 میلیون پناهنده هست و از این تعداد از پناهندگان سوری حدود 0.5 میلیونشون همون کردهایی هستن که از مناطق تحت نفوذ این گروه تروریستی پیده پککه فرار کردن و در ترکیه پناه گرفتن. در نتیجه من تصور میکنم این حماسه سازی و قهرمان سازی که حالا در رسانه های متاسفانه فارسی زبان هم از این گروه های تروریستی به عنوان گروه های مبارز و آزادی خواه تصریح شد، این نشون میده اگر واقعا اینطوری بود ما مشاهده نمی کردیم که 0.5 میلیون کرد از مناطق تحت نفوذ پیده و یعنی گروه تروریستی پکک فرار بکنن و در ترکیه پناه بگیرن. و من فقط اجازه میخوام یک مسئله رو اشاره کنم و اون این که ما اگر حالا آقای ترامپ صحبتی داشت، من اینجوری صحبتشون اصلاح میکنم که اگر از داعش یک خطری بزرگتر باشه، یعنی دو خطر، یکی بحث تروریسم پارسی ایرانی هست، اون در خودش رو در قالب سپاه قدس نشون میده و شعبان مشتقاتش، یکی که ما میدونیم به امرای بشار اسد نزدیک 0.5 میلیون از شهروندان سوریه رو قتل کرده، یکی تروریسم کردی هست، همون پکاکا مشتقاتش که حدود 40 نفر از عمدتاً شهروندان کرد ترکیه رو قتل عام کرده. در نتیجه خیلی خوب هست که ما نگاه واقع بینانه تری داشته باشیم و خلاف رسانه‌های فارسی زبان که ترک ستیز هستند و روحیه ضد ترکی دارن قضایا رو کاملا وارونه نشون ندیم. آقای احمدزاده بفرمایید. من متاسفانه چهره یا نمیبینم تلویزیون رو، دوستمون رو که چطوری برخورد میکنه، ولی میتونن از من بپرسن من موضع سیاسیم چیه. منتها من اینجا الان به عنوان یک تحلیلگر دارم صحبت میکنم و این رتوریک تروریسم اینا چیزیه که در مقوله ذهن من نمی گنجه، کلمات دیگری در چارچوب من، یه اکادمیسین هستم و اصلا نمیتونم این نئولوژی رو به کار ببرم. منتها باید اگه قرار باشه واقع می باشیم نگاه بکنیم موضع آقای اردوغان جمهوری ترکیه هستمون اوایل با آنچه که در روسیه سوریه رخ داد چی بود.
آیا ساقط کردن بشار اسد نبود؟ آیا کمک به ارتش آزاد سوریه نبود؟ همون ارتش آزاد سوریه‌ای که آمریکایی‌ها کلی بهش بودجه دادن و پولی رو که به اونا داده شد در فردای به اصطلاح معاملاتشون در اختیار جبهه النصره گذاشتن، همون القاعده، همون داعش؟ آیا آنچه که در مورد داعش گفته میشه که از طریق ترکیه رفت آمد میکردن همه دروغ بود، همه غلط بود؟ آیا شکست‌های سیاسی آقای اردوغان فقط مربوط به کرداست؟ آقای عبدالله گول الان کجا هستند؟ آقای داوودوغلو الان کجا هستند؟ در انتخابات شهرداری‌ها در استانبول و آنکارا چه گذشت؟ چرا همه چیز باید تقصیر ببینیم آقای هاشمی چی میگن در پاسخ این حرف؟ آقای هاشمی، آقای احمدزاده میگن آقای اردوغان مشکلاتش بیشتر از این حرف است. طبیعتاً مشکلاتی هست. طبیعتاً ترکیه به عنوان تنها دموکراسی نیمبند این منطقه چالش‌های زیادی رو باش روبرو هست، ولی باز تأکید می‌کنم ترکیه تنها کشوری هست که اقشار مختلف، گروه‌های قومی، مذهبی، زبانی در کنار هم دارن، در آرامش زندگی میکنن. ترکیه کشوری هست که بیشترین میزان پناهنده در جهان رو پذیرا بوده و از جمله حدود 500,000 کرد رو که از تروریسم پکاکا پیده فرار کردن از شمال سوریه. و اینکه حالا این گروهی به اسم HDP، اون حزبی هست که با PKK روابط نزدیکی داره، با تروریسم PKK، اونها رو ترکیه معلق کرده فعالیت‌هاشون رو و شهرداراشون رو. ازشون فقط یک خواسته داشته و اون اینکه آقا رسماً شما علنی و بیاین در جلوی رسانه‌ها اعلام بکنید که شما اعلام براءت می‌کنید و بیزار هستین از تروریسم PKK و این حزب. شما میشه ازتون خواهش بکنم اینقدر از این اصطلاح استفاده نکنید؟ ما ترجیحمون این هستش که در اینجا یک بحث فنی داشته باشیم. اینکه یک گروهی گروه دیگر رو تروریست بخونه و غیره، در این بحث‌های ما سعی می‌کنیم زیاد بهش در واقع صحبت اینجوری پیش نبریم. خانم میزر، ممکنه شما نظرتون رو راجع به این بحثی که بین آقایون در گرفت بفرمایید؟ ببینید، اولا در هر صورت شکی نیست که در مناطق کردنشین پکاکا و متحدش در سوریه YPD محبوبیت کامل دارن و من فکر میکنم در مقایسه با مثلا کردستان ایران یا کردستان عراق، این جریان با همه اشکالایی که داره و من راجبش نوشتم و بعد هم خواهم نوشت، ولی در مقایسه با اونها اصلا قابل مقایسه نیست. یک قرن، دو قرن جلوه. در واقع من میخوام راجب همین شما صحبت بکنید، چون به نظر میاد که کمتر گفته شده شیوه اداره این منطقه‌ای که به هر حال کردها ظرف 3-4 سال اخیر اونجا داشتن اداره میکردن اونجا. یه مقدار شما چون در این زمینه من میدونم کار کردین، به ما بگید که چه میگذره اونجا. اینها بعد از یه سری مطالعاتی که کرده بودند، دموکراسی از پایین رو عقیده دارند انجام میدند و در این رابطه اتحادی که با ملت‌ها و به اصطلاح اقوام منطقه بستند تا حدی پابرجاست، به این معنا که اگرچه اکثریت کرد هستند ولی به ارامنه و به عرب‌های اون منطقه حقوق کافی دادند برای اینکه اونها رو متحد خودشون بکنند. اشکال به نظر من در این جریان ها ادامه کیش شخصیته که بخشی جریان های منطقه ما دارند، اهمیت خاصی که به اوجالان داده میشه و در نهایت اشتباهی که به نظر من کردند برای اینی که قبول کردند این حرف امریکا رو که متحدشونه و میخواد کمک بکنه. الان که صحبت از خیانت امریکا میشه، من این پاسخ رو میدم که از اول نباید اعتمادی میشد به ایالات متحده. یک بار دیگه من اینو پرسیدم، چه راهی داشتن غیر از اعتماد به امریکا؟ ببینید، اینها پایه توده قوی دارن. مسئله ای که ایالات متحده مطرح میکرد که من دارم به خاطر سرکوب داعش، سرنگونی داعش درگیر این قضیه‌ام، از اول رو شکهایی بود. اگر واقعا ایالات متحده قصد از بین بردن سریع و قاطع داعش رو داشت، روی عربستان و برخی کشورهای دیگه تحریم مالی میذاشت و این تحریم مالی میتونست منبع مالی و مبادلات اقتصادی داعش رو از بین ببره.
قبول نکردن. البته هرگز عربستانی رو نپذیرفت که داره بده. عربستان نپذیرفته، هم عربستان و هم کویت قبول دارند که برخی از شهروندانشون درگیر این مسئله بودن و میگن ما به عنوان حکومت این رو قبول نداشتیم. شما تصور کنید که کشوری که یه روزنامه‌نگاری که برای واشنگتن پست مینوشته رو چجوری تیکه تیکه کرد، در درون مرزهای خودش ثروتمندانی پول میفرستند برای جهادی‌ها و قدرت کنترل اونها رو نداره. بذارید ببینیم آقای گلکاریان در مورد همه این حرفا چی میگن، به خاطر اینکه مدتی هم هست که ساکت هستن. آقای گلکاریان، شما با این برداشت‌هایی که مطرح شد با کدومش موافق هستید؟ ببینید، بدون از تمام جناح‌بندی‌ها و یا تضاد فکری که هست، من معطوف می‌کنم ذهن هم مهمانان رو، هم شما رو و هم بینندگان رو به این قضیه که موضوع در واقع کرد برمیگرده به سالها قبل، یعنی زمانی که آقای اردوغان در قدرت نخست وزیری بود، در اسلو در جاهای دیگری چندین بار با کردها سعی کرد که مسئله رو حل بکنه و پروژه‌ای رو به نام حل معضل کردها مطرح کرد. همین گروه پی‌ایده و یا یپگه‌ای که به عنوان یگانهای مدافع خلق و یا حزب دموکراتیک کرد سوری در نظر میگیریم، نمایندهشون آقای صالح مسلم بود که به عنوان نماینده رسمی و عالی ترین مقام براش فرش قرمز باز کردن تو آنکارا و آقای اردوغان باش به صورت رسمی دیدار کرد. ولی حالا چرا این وضعیت پیش اومده؟ دلیلش طبیعتاً یک سری موارد و نگرانی هایی هست که بعد از اینکه داعش به عنوان خطر مهمی در سطح بین المللی ظاهر شد و جبهه جهانی در رابطه با ریشه‌کن کردن تروریسم اتفاق افتاد و مسئله عمق استراتژیک سوریه برای ترکیه بعد از آقای داوودوغلو زیر سوال و ابهام رفت، طبیعتاً ترکیه نگرشش فرق کرد و با ایران هماهنگ‌تر شد و از سوی دیگر روسیه هم که بنادر متفاوتی مخصوصاً تارتوس رو که اخیراً یک سال و نیم پیش ما دیدیم که چه یه پیمان 25 ساله دیگری هم امضا کرده، در واقع بحث استراتژی و موجودیت در منطقه خاورمیانه و رسیدن از در واقع قلب خاورمیانه تا مدیترانه شرقی است. منتها حالا ترکیه علاوه از این که مسئله امنیت رو در نظر میگیره، امنیت مرزهاش رو در نظر میگیره و نمیخواد در واقع یک کلون کردی ایجاد بشه، تقسیمات جغرافیایی انجام بگیره که امروز اقلیم کردستان عراق رو میدونیم، اگر تو سوریه هم اتفاق بیفته طبیعتاً برای ترکیه هم اتفاق خواهد افتاد. هم از این نگرانه اقلیم کردستان عراق کنار اومده آقای اردوغان، اینطور نیست؟ خب طبیعتاً رژیم عراق در این رابطه اختیاراتی رو رسماً در مجلس تصویب کرده و این در واقع منطقه خودمختار از سوی بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده. منتها در این قضیه، در قضیه در واقع شمال سوریه، هم ایران هم در واقع ترکیه سعیشون بر این است که در نطفه خفه بشه، یعنی در واقع تقسیمات جغرافیایی اتفاق نیفته. خب اگر این مورد پیش بیاد، تقسیمات جغرافیایی و کل سیستم در واقع یک پارچگی تمامیت ارضی کشورهای منطقه دچار خدشه خواهد شد. به همین خاطر آقای اردوغان از قضایایی که قبلا نسبت به حل مسئله کردها داشت دیگه از اون عدول کرده و به هیچ عنوان راضی به این نخواهد بود که با اینا سازش پیدا بکنه. اون چه که الان در زمین میبینیم، این که الان 5 روز به هر حال، حالا تعلیق آتش بس، من الان میدونم چون اینجا بحث شد سرش دیگه، حالا هر کدومش رو که با کار ببریم اتفاق بیفته و کردها عقب ننشینن، تکلیف چه خواهد شد؟ چشم‌انداز چه خواهد؟ کردها چاره‌ای جز این ندارن که عقب بنشینن. همینطوری هم که در چند روز اخیر تمایلشون رو با دولت مرکزی دمشق اعلام کردن و از سوی دیگر اگر به روسیه اعتماد داشته باشن که در عملیاتی که در رابطه با افرین اتفاق افتاد روس‌ها راحت اونا رو متقاعد کردن و جایگاه بین المللی ندارن و همین خاطر من فکر نمی‌کنم که گزینه خاصی در برابر کردها باشه که بتونن موجودیت خودشون رو حفظ بکنن در سوریه و این جامعه بین المللی هم اون اجازه نمیده، به طوری که آقای ترامپ یک روز پیش اینا رو به اندازه داعش، حالا درست غلط این تعبیر جای بحث
بحث داره، در واقع ترور پیکاکا و یا کردهای سوری رو در رده در واقع داعش قرار میده که این خود جای سوال داره. آقای احمدزاده نظر شما چی است؟ به نظر شما چشمانداز اتفاقات به کدوم سمت میره؟ من فکر میکنم اگه برنامه جمهوری ترکیه از همون سال 1923 درست میبود، در 1925 شیخ سعید رو اعدام کردن، در دهه 30 قرن بیستم سید رضا رو اعدام کردن و به طور کامل صحبت از محو کردها کردن، اگر اینا درست میبود از سازمانی که اینا اسمشو به دلخواه خودشون تروریست میذارن خبری نمیبود. جنبشی که بتونه 80 نماینده وارد مجلس ترکیه بکنه، جنبشی که بتونه حزب آقای اردوغان رو در انتخابات قبلی از اکثریت بیاندازه و آقای اردوغان بلا فاصله انتخابات رو ملغا بکنه، یک انتخابات دیگه رو انجام بده تا برنامه‌اش رو پیش ببره، جنبشی که باعث شد آقای اردوغان با راست در این جناح حزبی MHP در ترکیه همکاری بکنه برای اینکه اکثریت داشته باشه، این جنبش نه با این تهدیدها از بین میره و نه آنچه که در سوریه گذشته با این صحبت‌ها از بین میره، چرا که در 9 سال گذشته در مدیریتی که اینا داشتن برخلاف ادعایی که میشه از طرف اینا یک گلوله هم به طرف ترکیه شلیک نشده. هیچ، همونطور که دوست ما گفتن سالی مسلم در ترکیه بود آماده مذاکره و وقتی اگه قراره این صحبت آقای تراب درست باشه باید صحبت‌های دیگه‌ش هم درست باشه که میگه جنرال مظلوم شما کی هستین که دوستان من اینجا کسایی هستن که شما را از کشورشون بیشتر دوست دارن و آمریکایی‌ها چه اعتمادی به این تروریست‌ها کردن در چند سالی که اونجا بودن و در کنار اونا می‌جنگیدن با داعش. جالب است که اسم این جنرال مظلوم در نامه آقای ترامپ هم اومده. اجازه بدید چون وقت کم هست من نظر آقای هاشمی رو بشنوم. آقای هاشمی شما سرتون دوباره تکان می‌دادید، معلوم هست که موافق نیستید، کوتاه بفرمایید. ببینید این گروه PKK و مشتقاتش توسط اتحادیه اروپا، توسط امریکا، توسط اکثریت کشورهای دنیا، جامعه بین‌المللی به عنوان یک گروهی که حالا شما علاقی نداریم من اون عنوان رو به کار ببرم ولی گروه تروریستی شناخته میشن و اینکه ما میبینیم اینها در شمال سوریه تنها قسمتی هست که کردها پیوستگی سرزمینی ندارن، یعنی یا ما یک شهر عمدتا کردنشین داریم و تل ابیض رو داریم، شهر عمدتا عرب نشین و شهرهای مثلا عمدتا ترکمن نشین رو داریم و این PKK برنامه‌اش این هست که و حتی توسط عفو بین‌الملل و هیومن رایتس واچ دیدبان حقوق بشر هم محکوم شده در بیانیه‌های مختلفی که هست به در واقع محکوم شده به پاکسازی نژادی در اون مناطق. ما بیایم این رو ازشون کمتران سوال حماسه‌سازی بکنیم آقای هاشمی بذارید آقای احمدزاده شما صحبتتون متوجه شدیم. آقای احمدزاده بفهم این تهمت ها به نظر من درست نیست. سازمان دلیل اینکه مخالفت ها وجود نداره و حتی کردها مثل هر ملت دیگه میتوانستن کشور مستقل خودشون رو داشته باشن. البته در کردستان عراق یک مسئله پیش اومد، اونم موضوع توسعه طلبی و بحث کرکوک بود که مانع از استقلال حتی کردها شد، میتوانستن کشور مستقل کرد رو داشته باشن. ولی سوریه و در ترکیه بحث متفاوت هست و ما با یک گروه متشکرم. آقای احمدزاده بفهمید کوتاه کن. من فکر میکنم یک مسئله تاریخی در جمهوری ترکیه هست که حساسیت عجیبی به مسئله کرد داره. این مسئله شمال سوریه یا فدراسیون یا کنفدرال در شمال سوریه اساساً فقط مسئله کردها نیست، مسئله مردمانی هستن که اونجا زندگی میکنن، ترکیب متفاوتی دارن، همونطور که این دوستمون گفتن عرب ها هستن، مسیحی ها هستن، آسوری ها هستن، ارمنی ها هستن و این جنبش تونسته در چند سال گذشته با خود مدیریتی که داشته همه اینها رو در کارشون شریک بکنه. شما در به اصطلاح بلاز جندری هم اگه نگاه بکنین یپژه یک سازمان رزمنده‌ایه که در نهایت اونا بودن که در رقه داعش رو به زانو در آوردن، داعش رو شکست دادن، همون داعشی که در ترکیه نگاه میکردن که چطوری داشت کوبانی رو میکوبید و جهان منتظر بود که کوبانی سقوط نکنه ولی جمهوری ترکیه واقعا دوست داشت با داعش هم مرز باشه ولی با بسلا کردها نباشه و این مسئله که اینا باید حل بکنن. به اضافه این که اگه قرار باشه اینا واقعا تروریست به اون معنی که شما میگین باشین باید برین تکلیفتون رو با آمریکایی هم روشن بکنین که چرا با اینا همکاری کردن. ممنونم از شما آقای احمدزاده، آقای هاشمی، خانم میزر و آقای گلکاریان و ممنونم از شما که با صفحه 2 همراه بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما و سایت یوتیوب ببینید، همینطور میتونید پادکست برنامه رو در اپلیکیشن پادکستتون دانلود کنید و بشنوید. برنامه بعدی روز سه‌شنبه. شب و روز خوش. We'll be right back.